اومدید به ویژه برنامه کارآفرینان در خدمت یکی دیگه از کارآفرینان بسیار بسیار قابل احترام هستیم، خانم مریم یاستی، که بیشتر ازشون میشنویم که برندی که دارم چی هستش و چه کردم. خیلی داستانهای جذابی رو دارم تعریف میکنم برامون، با شما میخوام به اشتراک بذاریم. منشون خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم، مرسی. متشکرم ازتون. توی ونکوور در نمایشگاه دیوان با چه برندی در واقع اومدیم و دارید پرزنت میکنید؟ بله، من با برند مریم یاستی اومدم. با برند خودم هستش، بله، و به نام خودمونه، به نام، حالا تو ایران فعالیتمون به نام خانه مد یاستی هستش. خانه مد یاستی که توی بلنجک. بله، توی بلنجک شورومتون هستش. شورومتون هستش، بله. شوروم هر کسایی که در تهران هستن ببینن. با افتخار. و اینجا طرحایی که دارید، وضعیت رقابتتون چیه؟ چه تفاوتی طرحهای مریم یاستی داره با بقیه طرحها و امضاش چیه؟ بله، امضای کار ما معمولاً کارهای دستدوزیمون هستش و کارهایی که ما پارچه سازی انجام میدیم. اغلب پارچه هامون بافت هستش، اگر نگاه کنید تمام پارچه های ما اغلب دست بافتن، یعنی حتی ما تار و پود پارچه رو انتخاب میکنیم. نمیگم تمام کارها به این صورت هستش، به 80% کارها بله به این صورت هسته و 100% الیافه و دستدوزی روی کارهای ما و پارچه سازی کارهای ما هم میتونه مزیت رقابتیمون باشه، هم امضای کار ما هستش که کسی معمولا میبینه متوجه میشه که این کار ما هستش. چی شد که وارد در واقع حوزه طراحی دیزاین و لباس شد؟ من خودم اصلا مهندس کامپیوتر هستم و سخت افزار خوندم، ارشدم هم آیتی خوندم، کارم هم کاری بوده که توی وزارتخونه کار میکردم و بعد از یه سری دوره های روانشناسی که رفتم، بعد از اون تصمیم گرفتم اون کاری که خودم دلم میخواد و فکر میکنم که توش پتانسیل وجودیم در اون کار هستش و میتونم شروع کنم. از چند سال پیش؟ از 7 سال پیش شروع کردم و از صفر کارم شروع کردم. ولی امروز خودش که موقعیت خوبی این برند قرار. بله، الایشا در ایران که نسبتاً شناخته شده هستیم. بله، و تصمیم گرفتم، دیدم که خیلی از عزیزانی که خارج از ایران زندگی میکنن هم مشتریان ما هستن و از ایران دارن از ما خرید میکنن، هم یه سری عزیزانی که در سراسر اروپا هستن دیدن میان از کارهای ما خریداری میکنن و مثلا توی کانسپت استوراشون میذارن و دارن میفروشن. و من تصمیم گرفتم، وقتی حدود یه ماه و نیم دو ماه پیش خودم تورنتو بودم ولی دیدم که ایونت دیوان داره برگزار میشه، تصمیم گرفتم که توی شاید بتونیم در واقع توی ایونت های مختلفی که در واقع کامیونیتی ایرانیان خارج از کشور هست، مخصوصا در کانادا، خوب اینا رو بهتر ارائه کرد. آیا این امکان وجود داره برای کسایی که علاقه من هستن محصولات شما خریداری کنن، بتونن از پلتفرم خودتون مستقیم آنلاین خریداری کنن یا مثلا از پارتنر چیزی هست؟ بله، هم داخل ایران هستش، هم اینجا دارم کار میکنم توی کانادا میکنم. بله، توی تورنتو که با مجموعه کولیشاپ ما فعالیت داریم، روی سایتشون میزنن که عزیزان ساکن امریکا و کانادا اصلا میتونن از روی kolishop.com فکر میکنم دقیق سایتشون نمیدونم، بله، ولی اینستاگرامشون کولیشاپ هست. و توی مجموعه هم که الان با دیوان شروع کردیم، بهاشاپ قرار کارمون رو بذاریم و در خدمت عزیزان ساکن ونکوور باشیم. امیدوارم که موفق باشید. خیلی ممنون. اگر بخواید خودتون، ولی خب اگه بخوام مستقیم خریداری کنم، وبسایت خودمون هست، اینستاگراممون هست، شما امکان ارسال مستقیم هست. بله، وجود داره، با یک ماه و نیم فاصله امکان ارسالش وجود داره. خب خیلی خوبه. اگر بخوایم توی 3 کلمه خودتون توصیف کنید، چطور توصیف می‌کنید خودتون؟ میگم توصیف این به نظرم برام خیلی سخته، ولی اگر بخوام توصیفی که بقیه دارن، چون این سوالو یک بار من پرسیدم از عزیزان، بخوام بگم خصلت اولم که فکر میکنم اگه بخوام جز خصوصیات مثبتم بگم، پشتکار فرابونی که از هیچ چیزی کوتاه نمیام وقتی تصمیم و انجام کاری میگیرم. خصلت دومم تعریف از خود نباشه، واقعا مهر وجودیم هستش که فکر میکنم وجود داره. و خصلت سوم بخوام بگم شجاعتم هستش. اگر تو مجموعت میخوایی یه چیزی عوضش بکنیم و تغییرش بدیم چیه؟ سیستماتیک بودن کارها هستش که الان هم شروع کردم و ساختار سازمانی دارم در میارم و خیلی خیلی دارم تلاش میکنم که انشاءالله بتونم برندم و تبدیل به یک برند جهانی بکنم. عالیه. و بهترین توصیه که من حالا قبلش اینم بپرسم، قبل از که بهترین توصیه رو بکنم بگم، یادش افتادم، الگو و
نفری که الگوی شما بوده بله. کی بوده و الان کی هست و داستانش چیه؟ سوال جالبی پرسیدین. من توی سال 85 توی ایران تو شرکتی کار میکردم که شرکت کامپیوتری بود و من نسبت به فروش خیلی مقاومت داشتم و میگفتم فروش کار چیپیه، من اصلا نمیخوام که فروش انجام بدم، من حتما میخوام کار فنی انجام بدم. و مدیر عامل شرکتمون اصرار داشت که شما باید بری بخش فروش و من فروش رو اونجا یاد گرفتم. مدیر عامل اون شرکت، اجازه دارم اسمش رو ببرم، آقای مهندس فرزانه بودن که شرکت پویا فرنگار داشتن که اتفاقا ساکن ونکوور هستن. و اتفاق جالبتر این که امروز اومدن و از این مجموعه ما دیدن کردن و من صمیمانه قدردانشم. زمانی که کارم رو شروع کردم رفته بودم سراغ آقای مهندس فرزانه، ازشون پرسیدم چجوری موفق شدین، موانعی که پیش روتون بود چی بود، به چی فکر میکردین، چجوری من بتونم کاری که از صفر شروع کردم و پیش ببرم. و واقعا بهم کمک کردن و من قدردانشم. الان اگه بخواین شما بهترین توصیه که میتونید به کسایی که کارآفرینن، کسایی که میخوان کسب و کار نوپاشون رو بندازن چی هستش؟ بهترین توصیه‌تون و نسخه‌ای که میتونید داشته باشین براشون چیه؟ من نمیتونم توصیه یا نسخه‌ای داشته باشم، ولی میتونم بگم که اگر رویایی دارین دنبالش کنید. روز اول ممکنه رویا باشه، ولی وقتی که توش قدم میذارید و تلاش میکنید اون رویا محقق میشه. خب پشتکار، خیلی عالی، بخواست واقعی و عمیق. خیلی عالی، ممنون از شما. به عنوان سخن آخر اگر نکته ای صحبتی با مردم هم دارید از دریچه این دوربین میتونید باشون داشته باشید، چه حالا ایرانیان خارج از کشور چه داخل. اگر بخوام راجع به ایونتی که امروز درش بودم صحبت کنم، اول از همه قدردانم از عزیزانی که ساکن ونکوور هستن. استقبال بسیار خوبی از مجموعه ما کردن که باعث شد امید رو به دل من برگردونن و خیلی اتفاق خوبی بود و من امیدوارم که واقعا بتونم روزی برندم رو جهانی کنم و این اتفاق بیفته. توی همه کارامون اگر ببینن عزیزان با افتخار Made in ایران خورده و من خیلی از این قضیه ذوق کردم که دوستان می اومدن و خیلی خوشحال بودن از این قضیه وقتی می دیدن. من قدردانشم. باعث افتخار ماست و اینکه چقدر عالی که این کار داریم می کنیم و قطعا همه ما از کارآفرینان خوبی مثل شما حمایت خواهیم کرد و سعی میکنیم که کسانی که پرچم کشورمون رو در واقع بالا نگه داشتن تو طراحی، توی در واقع حوزه‌های مختلف در دنیا، بتونیم در واقع هر کدوم از ماها بشیم سفیر اون طرح و هنر رو اصیل ایران. خیلی عالی. و آیا پروموشن یا برنامه خاصی چیزی در واقع برای کسانی که توی نمایشگاه و توی این رویداد و توی بیننده این برنامه هستن چیزی در نظر گرفته مجموع شما یا نه؟ هنوز نه، ولی به پیشنهادتون فکر میکنم و حتما اینو اعلام میکنم. اگر که بتونید برای اصلا ونکووری ها چیزی سبکی داشته باشید، برای ایرانیان در واقع کانادا فکر میکنم خیلی خوب باشه و جذاب باشه. ممنون از شما، مرسی که تشریف آوردید در این برنامه. خیلی متشکریم از شما بینندگان عزیز. لطفا حتما با ما با سامانه صوتی و پیامکی 604-655-7070 در ارتباط باشید تا برنامه دیگر. بدرود.